بسیار خوب. در قسمت بخش وجهه حقوقی اداره آیسا خواستم سوالات را خدمت شما مطرح بسازم. در قانون مرتبط به اداره آیسا زیر دو نام تعریف صورت گرفته، اولی که نهاد عالی دولتی سرمایه گذاری با ترکیب 8 عضو حکومت که در رأس از جناب وزیر تجارت افغانستان قرار داره، و این نهاد در چارچوب حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی در افغانستان کار میکنه. توجه شما از حکومتی بودن ای اداره در چارچوب قانون چیست؟ خب ما مطابق ماده 6 قانون سرمایه گذاری خصوصی افغانستان تأسیس شدیم، فعالیت میکنیم. ما تحت نظر کمیسیون محترم عالی سرمایه گذاری افغانستان فعالیت داریم که او از متشکل از 7 اعضای کابینه که وزیر صاحب تجارت و صنایع رئیس کمیسیون است، وزیر صاحب مالیه، وزیر صاحب اقتصاد، وزیر صاحب زراعت، وزیر صاحب معدن، وزیر صاحب خارجه و رئیس صاحب عمومی در افغانستان بانک اعضای کمیسیون هستند و ما هیئت عامل کمیسیون عالی سرمایه گذاری هستیم. تمامی پالیسی ها، مقررات، طرز العمل ها را که کمیسیون عالی سرمایه گذاری به خاطر تشویق، حمایت سرمایه گذاری و انکشاف سرمایه گذاری تصویب میکنه، ما هیئت عاملش هستیم. ما مو پالیسی ها را، مو مقررات و لوایح را تطبیق کنندهشان اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان است. و در همچنان نامی دارد در قانون شرکت محدود المسئولیت تذکر رفته که به معنای ایست که اداره شما از طریق وزارت تجارت باید جواز می گرفت. این در حالی است که خود شما جواز توزیع می کنید. ممکن است بفرمایید که این ماده قانون به چی معنا است؟ خب این ماده قانون به خاطر استقلالیت عواید و مصارف اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان است. چون شما میفهمین اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان یکی از اصلی ترین ادارات دولتی افغانستان است و به خاطر امی ایره در قانون سرمایه گذاری در نظر گرفته شده بود که امی اداره باید مستقل باشه، در عواید و مصارف خود باید مستقل باشه. به خاطر استقلالیت عواید و مصارف اداره این شرکت محدود المسئولیت در نظر گرفته شده بود، اما ای با اساس قانون این کار صورت گرفته و در اصل ما هیئت عامل کمیسیون عالی سرمایه گذاری. پس به نظر شما محدود المسئولیت به چه معناست؟ پس در این صورت این نهاد میتونه نهاد دولتی باشه یا محدود المسئولیت؟ ببینین اینجا شرکت های ما، شرکت های دولتی دیگر هم داریم. برای مثال ما شرکت برشناس که فعالیت داره، شرکت آریاناست که فعالیت داره و شرکت های مختلف دیگر هم، شرکت های دولتی وجود داره. به خاطر او یک سیستم موجود است که چطور و عواید به دست میاره، چطور و مصارف خود میپردازه، چطور پولشان نگهداری میشه، کی بودجهشان تصویب میکنه و همچو تمامی کارهای اداره مطابق قوانین نافذه کشور صورت. بله، در قسمت عواید و مصارف شما فرمودین منابع تمویل اداره از بدو تاسیس تا امروز در بخش بودجه عادی و انکشافی از طرف کدام مرجع است؟ ما پیشتر خدمتتان عرض کردم که ما خودکفا هستیم، عواید و مصارف خود از بودجه خود تمویل میکنیم و بودجه ما هم از طرف کمیسیون عالی سرمایه گذاری تصویب میشه که کمیسیون عالی سرمایه گذاری هیئت مدیره ما هم است و تمامی نهادهای حکومتی که شخصیت حقوقیشان مثل شرکت ها واری است و هیئت مدیره داره که مطابق قانون نافذه کشور یا قوانین نافذه کشور و عواید و مصارف ما به دست میاریم و در مصرفی و مطابق امو اجرات. اما طوری که دیده میشه سالانه به میلیون ها دلار بودجه از طریق بودجه ملی انعکاس پیدا میکنه، ممکن است بفرمایید که پروژه انکشافی شما شامل کدام بخش است؟ خب پروژه هایی که در پارک های صنعتی اکثریتش از طرف دونرها تمویل میگردد، او تنها از طریق بودجه انکشافی دولت صورت میگیره
کی و ما قضیات چی نکردیم تقریبا در پارک صنعتی سارشایی از طریق بانک جهانی و سیت اونجا کمک شده که پارک ما ایجاد کنیم و در بودجه عادی ما کاملا خودکفا هستیم تنها در بودجه انکشافی که از طریق دونرها تمویل میشه از بودجه حکومت برای ما بله خب پول در افغانستان در مجموع از طرف جامعه جهانی کمک میشه و از طریق وزارت مالیه به حیث بودجه انکشافی به ادارات دولتی افغانستان داده میشه پولی که با نام بودجه انکشافی بر اداره آیسا در 11 سال گذشته داده شده در کدام بخشا به مصرف رسیده و جز از این که شما از منطقه که پیشتر تذکر داده تقریبا در پارک های صنعتی در بخش پارک های صنعتی امی پول به مصرف رسیده در کابل و ولایت مختلف کشور این پول به خاطر ایجاد زیربناهای پارک های صنعتی به مصرف رسیده و مطابق سیستم وزارت مالیه پولشان اجرا شد بسیار خوب پول هایی که از صدور جواز و جرایم عدم فعالیت های مؤسسات سرمایه گذار از طرف نهاد شما اخذ میشه که در واقع پول هنگفت دلاری هم است ای پول ها شامل کدام حساب دولتی گرفته میشه خب تمامی فیس و تمامی عواید اداره آیسا در حساب بانک مرکزی اونجا حفظ و نگهداری میشه به کدام حساب؟ حساب نمبرش فعلا چی نیست یادم نیست خب در بانک در حساب بانکی در افغانستان بانک اونجا حفظ و نگهداری میشه و تنها بودجه منظور شده ما صلاحیتش داریم که او را به مصرف برسانیم دیگه تمامی دارایی اداره احساس و او در افغانستان بانک از سال 2003 به این طرف حفظ و نگهداری میشه رقم پولی که از صدور جوازنامه ها و جرایم علیه فعالیت های مؤسسات سرمایه گذار جمع آوری شده و در نزد افغانستان بانک باشه او به چقدر میرسه؟ تقریبا در حدود 17 تا 18 میلیون دلار فعلا در افغانستان بانک موجود است و این سال به سال زیادتر شده میره شما در مقابل ای پول ها به کدام اداره پاسخگو هستیم؟ ما قبلا هم گفتیم که ما با کمیسیون عالی سرمایه گذاری که متشکل از 7 وزیر صاحب است برای وا گزارش دهی میتیم و تمامی گزارش دهی تمامی بخشای ما نه تنهایی که از حساب بانکی بلکه از تمامی کارکردهای اداره ایسا ما با کمیسیون عالی سرمایه گذاری گزارش دهیم و کمیسیون عالی سرمایه گذاری به کجا جواب ده است؟ خب چون 7 اعضای محترم کابینه است و با شورای محترم وزیرا و با جناب رئیس جمهور گزارش دهیم بسیار خوب برنامه حمایت و مواظبت اداره آیسا از سرمایه گذاران چی گونه است؟ در حالی که سالانه ده ها و صد ها دستگاه تولیدی قسمی که پیشترم عرض کردم خدمت شما در کشور به نام حمایت عدم حمایت دولت مسدود میشن و سرمایه گذاران سرمایهشان را خارج میکنن و ده ها هزار کارگر بیکار میشن خب این فرار سرمایه را باز شما یادآور شدین فرار سرمایه را ما ای در این راستا یک چیز اختلاف نظر داشته خواهد باشیم در این جای شک نیست که در هر کشور اگر او امریکا و اروپایی کشورها باشه یا دیگر کشورها باشه 100% تمام فعالیت های تجارتی یا تمامی فعالیت های اقتصادی اونجا کامیاب نمیشه حتما فیصدی در اونجا وقتی که یک فعالیت جدیده سکتور خصوصی آغاز میکنه در او حتما مشکلات روبرو میشه که میشه که در این راستا فیصدیه که اینجا سکتور خصوصی مشکلاتی که پیدا میشه برایشان در ایجاد یک فعالیت جدید و فیصدیش یک کمک بلندتر باشه